بیده گرامی، یادآور شدیم که امروز 15 فوریه است، سال روز خروج قوای شوروی وقت از افغانستان و یک روز بسیار تاریخی در تاریخ کشور ما. ای که مردم افغانستان ثمره جهاد خود نتانستند تجلیل کنند و استفاده کنند، در صحبت اول برنامه خدمت شما تقدیم کردیم و اشارات داشتیم. حالا امشب برنامه ما در ابتدا بر شما گفتم کمی جنجالی هست، هم در این رابطه صحبت میکنیم و هم در رابطه با حادثه افشار که رازهای پنهان افشار چی هست و چرا این زخم ناصور تا فعلا دوام داره، با وجود که بعد از اون مسئله جنایات بیشماری در کشور ما با اون خوب پیوست، نسل کشی های شد، مسائل بسیار زیاد با اون خوب پیوست، هیچ کسی از اون یاد نمی کنه. نسل کشی های طالب که در تقریبا در 5 سال و 20 سال و 10 سال، این 27 سال که از ظهور از این طور حساب گذشته، جنایت بیشماری را بخصوص در برابر اقوام دیگه افغانستان انجام داده، ولی هیچ کسی یاد نمی کنه. یک تعداد سیاسیون فرصت طلب استفاده جو در هر اصلی که میشه اینا کش میکنن که مسئله افشار دامن بزنن، دامن بزنن. بالاخره چی سود حاصل از اینا میشه؟ اون حرف معروف است که آب به آسیاب دشمن میاندازن، شاید آگاهانه و هم ناگاهانه. ولی میریم به پای صحبت های آقای طوفان که ببینیم که آقای طوفان امشب صحبت های دارن. آقای طوفان، برای شما سلام تقدیم میکنم، بازم تشکر که با ما هستین. سلام علیکم جناب خالص و محترم، خدا کنه که جور صحت سلامت باشین. نخست از همه سلام و احترامات خود را خدمت شما از طریق شما به عامه ملت سرافراز بتشکن مردم افغانستان که به بهای جان و عرضه خون شارگ حیات خود و قربانی های بدرق خیش در مقابل قشون تادمدان مسلح اتحاد جماهیر شوروی وقت ایستادند و با اشغالگران و غلامان آنها رزمیدند و متقبل قربانی های زیاده شدند و با غلامان شوروی نیز در آویزیدند و علیه آنهایی که زیر چتر به اصطلاح حزب دموکراتیک خلق افغانستان در خدمت اشغالگران قرار داشتند ایستاد شدند، رزمیدند. از صمیم قلب سلام خود را تقدیم و به شهدای قیام 3 اهود، قیام 24 اهود، قیام چنداول، قیام آزادگان بالاحصار و قیام سراسری مردم افغانستان و به جهاد ملت افغانستان که منتج به شکست شوروی و کمونیسم، منتج به فرار روس از کشور شد، درود و صلوات میگویم. سلامت باشید. به یقین که ملت مؤمن و آزاده کشور بت شکن و استبداد ستیز بوده، برای اجنبی و اجنبی پرستان در هر لباس و جامعه که بخواهند ملت را اقبا کنند آشنایی کامل دارند. ما در خدمت هستم جناب. سلامت باشین. تشکر مقدمه بسیار زیبا، مقدمه بسیار عالی. و ما دوباره شب اعلان کردیم که اگر هموطنان ما میخوان که شامل بحث شون میتونن زنگ بزنن، تا ما لینک برشون رو میکنیم و هر هموطن ما اگر صحبت دارن، چون بحث های تاریخی رو معمولا هموطنان ما رسم شده که قبول نکنن، هر کدوم نظر خود داره، ما با جبین باز همیشه گفتیم که ما در خدمت هستیم، پاسخگوی هر سوالات هموطنان خود می باشیم. جناب طوفان، بین از روز خروج قوای روسا شروع میکنیم، شما تو شخصا بین برای هموطنان ما بگوین که روس تا دندان مسلح آمد در این کشور با یک تعداد مردم جنگیدن که اینا حتی نان برای خوردن در سنگرها نداشتن، لباس نداشتن، هیچی نداشتن. ما شما نزدیکم دیدیم، یاد ما در حافظه های ما نوزم باخیز، ولی ایمان بسیار قوی داشتن. دیگه چی انگیزه های باعث شد که این ملت فقیر و ناتوان در برابر یک ابرقدرت و زور الله پاک پیروز از میدان بدرشان؟ بفرمایید جناب خالد صاحب. به شما معلوم است که در طول تاریخ ملت افغانستان در برابر هر گونه اجنبی و حتی غلامانش این انگیزه و این شجاعت و این مردانگی را داشتند
و رزمیدن و افغانستان را بار بار از چنگ اشغالگران آزاد کردند. اما در این شک نیست که دو انگیزه بسیار زیاد مهمه در آزادی افغانستان از چنگال اشغالگران روس و همچنان غلامان و اجنبی پرستان، دو انگیزه بسیار زیاد عمده و اساسی بود. یک، انگیزه داشتن ایمان و شهادت و آزادی و با قربانی، و دیگر تقوا و ایستادگی مردم افغانستان برابر ترفندها، در برابر قربانی هایی که این ملت متقبل شدند و او را با صبر و شکیبایی به خاطر ارزش های انسانی متقبل شدند. و این دو انگیزه و ایمان و ایستادگی ملت افغانستان را در برابر اشغالگران و در برابر غلامان اشغالگران پیروز ساخت. تشکر. و من به تو که در آغاز برنامه گفتم در جریان جهاد خب مختلفات بود، اما مردم یک دست بودن، یک پارچه بودن، تفاوت ها نبود و بالاخره دیدیم که امید یک دستی و متحد بودن مردم افغانستان هم عامل شد. اما چرا ما نتانستیم ثمره جهاد بگیریم؟ چرا ما نتانستیم که پیروزی جهاد جشن بگیریم؟ خود از این برای یک تعداد کسایی که مطالعه نکردن سوال برانگیز است و عامل اساسی ازیره مجاهدین میدانه. چرا شما چی نظر دارین؟ چرا مردم نتانستن که پیروزی خود جشن بگیرن و حکومت را که بخاطرش میلیون ها قربانی داده بودن و حکومت خود اینا برقرار بسازن؟ در این شک نیست که وحدت عنصر مهم پیروزی مردم افغانستان بوده. در طول تاریخ مردم افغانستان در برابر اشغالگران، در برابر تجاوزگران، در برابر اجنبی و اجنبی پرستان متحد بودند. دوران جنگ های اول دو سه انگلیس به یاد شما به خاطر مردم افغانستان ثبت تاریخ است، این به خاطرشان هست و همچنان تازه دیتای 14 هست که هنوز خونه شهدای افغانستان که به خاطر آزادی قربانی دادن هنوز نخشکیده است و ملت میدانه که یگانه عامل عنصر اصلی پیروزی مردم افغانستان، وحدت مردم افغانستان بدون داشتن کدام تبعیض و امتیاز موفق به این شدن که روسا را، اتحاد جماهیر شوروی و قوای سرخ تا دندان مسلح و پایگاه اصلی کمونیسم در جهان به شکست مواجه بسازند و کشورهای تحت استبداد و استعمار روس نجات بتن و روس اتحاد جماهیر و شوروی را منهدم بسازن. اما چیزی که برای ارتباط به این موضوع که چرا نتونستن نتیجه از جهاد خود بگیرن، خدمت شما باید عرض کنیم که در یک شک نیست، یک نتیجه آزادی افغانستان بود. این ثمره بهای خون و شهادت طلبی و شهادت شعاری و همچنان استقبال از شهادت برای آزادی، برای ارزش انسانی بود. یک گپ دیگه که در اینجا افتخار آفریدن که کمونیسم در جهان منهدم کردن، کاملا دامنش برچیدن، جهان انسانی را از شر کمونیسم نجات دادن، همچنان از شر قوای سرخ تا دندان مسلح نجات دادن. اما چیز زیادی که مهم بود که باید این را به دست بیاوردن که بعد از شکست روس و فرار روسا از افغانستان باید یک حکومتی را ایجاد میکردن و شکل میدادن. در اینمی عصر با شکست روس جهان به طرف یک قطبی شدن رفت، به این معنا که روسا منهدم شدن، شکست خوردن و در اینجا یک قدرت تا دندان مسلح جهانخوار دیگری که به نام امریکا ای باقی ماند و امریکایی ها با درک از ای شکست روس ها در افغانستان و انگیزه شهادت طلبی و جهاد و انگیزه شجاعت مردم افغانستان، اینا به فکر یک ترفند بسیار زیاد خطرناک و ای شدن که خواستن که رویه جهاد در درون جهاد، از مجرای جهاد، از اون محراب و منبر که جهاد آغاز کردن، از اون محراب و منبر جهاد چه بکنن؟ بدنام بکنن، سرکوب بکنن و شخصیت های ملی و قهرمانان عزت و آزادی را در اذهان ملت مخدوش بسازن و ملت به اقوام مختلف، به پارچه های مختلف، به سمت های مختلف، به زبان های مختلف تقسیم بندی بکنن. هر یکی از مردم افغانستان به نام قوم، به نام سمت، زبان
شکار کنن. یکی از اهداف استعماری اونها بودن که در این راستا سه کشوری که بسیار زیاد در این رابطه حراس داشتن و بیم داشتن، خصوصا کشور همسایه ما پاکستان، حراس از این داشت که یک ملت با دست خالی با شکم گرسنه در برابر غول آهن جهان استاد شد و این برای خود یک خطر احساس کرد و تانست که این به همدستی CIA و به همدستی MI6 در افغانستان طرحهای شیطانی که از 100 سال به این طرف طراحی کردن اونا رو روی دست گرفتن، خواستن که مردم افغانستان و جهاد مردم افغانستان زیر سوال برن. اما بود که با همکاری یکدیگر در جنگ جلال آباد، اگر به خاطر شما باشه که مردم افغانستان در یک جنگ بسیار زیاد خطرناک قرار دادن و از پشت سر خنجر زدن، اما بود که دکتر نجیب که یکی از جمله عنصر مزدور و یکی از جمله شخصیت هایی که در کنار اشغالگران همچنان در کنار فاجعه ثور برای به اصطلاح خوب جلوه دادن فاجعه ثور برای جلوه دادن به اصطلاح اشغال در افغانستان که به عنوان انترنسیونالیسم را یاد می کردن، اینمی آدم خواستن که برای از این یک امتیاز داده باشند و مجاهدین در امیجا زیر سوال ببرند. اما بود که این ترفندشان کارا افتید و دکتر نجیب بعد از شکست روس که به فکر از این بود که چه باید بکنه و یک سراسیمگی عجیبی قرار داشت. زمانی که قوای روس از افغانستان برآمد، احمد شاه مسعود در چترال در شاه سلیم با تجمع با یک مجلس بزرگ از قماندانان سراسر افغانستان به خاطر آینده افغانستان که آل روسا برآمدند شکست خوردند، رژیم هم در یک سراسیمگی قرار داد، آیا ما آمادگی برای یک ساختن نظام به دلخواه مردم افغانستان که نتیجه جهاد و نتیجه خون و نتیجه رنجها و زحمات مردم افغانستان باشد، مثلا ما آیا این را میتونیم تحقق بخشیم؟ اگر تحقق بخشیم چگونه طرح ما چی است؟ برای این کار با قماندان ها هم در ارتباط به برنامه های نظامی و سیاسی آقای دکتر نجیب که یکی از موره های دست نشانده روسا در افغانستان باقی مانده بود، هم برای این باید یک برنامه ریزی می داشتن، یک طرح می داشتن، هم برای بعد از شکست نجیب به خاطر نظام آینده افغانستان که نشود که دشمنان اسلام خصوصا استبداد خصوصا استعمار کشورهای حریص به حسوده که در ارتباط با مردم افغانستان نگران بودن از وضعیت امی شجاعت و مردانگی و بدشکنیشان که نشود که افغانستان در یک توطئه در یک معامله اینا بتانند که امتیازات بزرگ مردم افغانستان زیر سوال ببرند و او را مبدل به یک فاجعه بسازند. اینا به این عنوان که ملت افغانستان و مجاهدین افغانستان را غلام و برده خطاب بکنند و مزدور خطاب بکنند و امتیاز و ارزش هایی که به بهای خون مردم افغانستان به دست آمده او را بره بایند. به این خاطر قماندان ها را جمع کرد، با قماندان ها در مشوره شد و طرحهای خود را ارائه کرد و وضعیت سیاسی، وضعیت نظامی، وضعیت آینده افغانستان چی باید بکنیم این بر قماندان ها توضیح داد. وقتی که این بر قماندان ها توضیح داد و برگشتن به سنگرهای جهاد، در اینجا پاکستان آرام ننشست، همچنان انگلیس ها آرام نگرفتن، همچنان امریکایی ها آرام نگرفتن، به فکر برنامه ریزی های خطرناک و توطئه های بسیار خونبار در افغانستان شدن که عمو بودن که یک تعداد عناصر را خریداری کردن، یک تعداد عناصر را که از قبل ای بیعت با ISI داشتن اینا را برنامه و طرحهای دادن، شروع کردن به ترورهای دست جمعیه که و به ترورهای مثلا سران و قماندانهای نامدار و قماندانهای مستقل مردم افغانستان و همچنان توطئه های قومی و سمتی و زبانی و حتی تنظیمی این آغاز کردن. آرام آرام رفت و شما معلوم است که اگر بیادتان باشه که کودتای شانوازتنی را اندازی شد. در این کودتای شانوازتنی هم یک توطئه بسیار زیاد بزرگی بود که پاکستان میخواست که اینمی امتیازات به گونه ام دکتر نجیب فشار بده و هم امتیاز از پیش مجاهدین برو باید که من شاهد این صحنه بودم. شخصا
و برای دکتر نجیب میفهمند که باید به هر ترتیبی که میشد در ارتباط با پاکستان، بدون مشوره پاکستان، بدون ارتباط با پاکستان نباید تصمیم که بگیره که فردا او بسود کسی نباشد. این را میخواد که طراحی بکنه، فشار آوردن برای دکتر نجیب. دکتر نجیب به این فشار بعدن در درجه 90 تن داد، اما بود که تعدادی از کسانی را به نمایندگی از خودشان روان کردن پیش پاکستانی ها، همینطور از طریق بین انسوان رابطه هایی را تنظیم کردن، از طریق حزب اسلامی خدا آقای حکمتیاری موضع را خودشان افشا کردن، خودشان یادآور شدن که نجیب بار بار برشان پیشنهادهای حکومت ائتلافی، چگونگی حکومت ائتلافی را دادن. چرا دکتر نجیب کار کرد؟ هم در این کار کردن، هم در درون حزب خود یک نوع گمانه هایی را ایجاد کرد، همچنان گمانه های سیاسی، گمانه های تباری، گمانه های قومی اینا را شکل داد که این منتج به ایشو که از درون خود حزب دموکراتیک خلق تغییر کرده و به نام حزب وطن زیر نام مصالحه ملی میخواست که یک ترفند خطرناکی را ایجاد بکنه که گویا که دکتر نجیب عامل اصلی ناجی مردم افغانستان از چنگال روسا بودن، در صورتی که دو مشاور روس در کنارش تا آخرین لحظه در کنار دکتر نجیب بود و دکتر نجیب یگانه کسی بود که سفر در اتحاد جماهیر شوروی در وقتی که آقای کرشکوف اونجا رئیس کاجیوی بود، با تاریخ 26 فوریه 1985 یک سفری را با آقای سالی زیره خود ببرک کارمل و چند تن دیگر هم کردن. در اونجا برای روس ها فاماندن، دکتر نجیب با کرشکوف فاماند که وضعیت داره از پیششان دیگر در حال گذار است، باید کاری را بکنن. اما مش مصالحه ملی را برشان طراحی کردن. بعد از مش مصالحه ملی دکتر نجیب آوردن به قدرت رساندن و کارمل خلق قدرت کردن، کارمل منظمی کردن، چون بی اعتمادی های در درون حزب دموکراتیک خلق شکل گرفته بود. دکتر نجیب خواست که جنرال دوستم تضعیف بکنه، خواست که جنرال دوستم مثلا با قندهار روان میکرد، شما با کتاب های آقای کشتمند، با کتاب های نبی عظیمی و بعضی کتاب هایی که نو چاپ شده مراجعه شود. این مسائل ها با کلی تاریخ وار موضوع توضیحات داده شده و همچنان اعضای حزب دموکراتی خودشان امروز اعتراف میکنند این مسائل ها را، این جنایاتی که صورت گرفته و خیانت هایی که دکتر نجیب کرده صورت گرفته این را اعتراف میکنند. اما بعضی از این عناصر خاک فروش، این وطن فروش و قاتلین ملت افغانستان هنوز هم دیده درایی میکنن از حزب دموکراتیک خلق به گونه حمایت میکنن و همچنان میخوان که دکتر نجیب به حیث ناجی مردم افغانستان، یعنی گویا طرح دکتر نجیب خروج قوای روس از افغانستان که کشمانی موضوع را کاملا روشن ساخته، میگوید که دکتر نجیب به خاطر فریب اذهان مجاهدین و مردم افغانستان به اصطلاح در ارتباط با مسائل روسا حرفای داشت که بگویم، اما از عمق دل در رابطه با روسا در تماس بود و میخواست طرحهای تفرق آمیز در افغانستان را اندازی بکنه، از این آب گل لای آلود ماهیگیری بکنه. اما بود که از طریق بین انسوان طرح انتقال حکومت به عنوان به اصطلاح گرایش تباری که داشت از مجرای بین انسوان به مشوره پاکستان به آیسای و ایرا با گروه هایی که بعداً در 71 معلوم شد که چه هدفی شومی را در سر داشت، این را تسلیم بکنه، به این گونه تسلیم بکنه. این گونه ترفند و این گونه طراحی مهندسی خیانت برای جهاد مردم افغانستان، خیانت برای افتخارات مردم افغانستان امی بود که آزاد مردان مردم افغانستان با درک از این طرح ترفند شوم خائنانه دکتر نجیب و آیس آی پاکستان و عمال آیس آی پاکستان در افغانستان اقدام به کاری کردن که با استفاده از فرصت سیاسی و اطلاعاتی و نظامی تانستن که این طرح شوم شیطانی که مجاهدین میخواستن که زیر سوال ببرن و میخواستن امتیاز تاریخ جهاد مردم افغانستان زیر سوال ببرن، تانست که این طرح توطئه را خونسا بکنه، با پای مردی و همت مجاهدین نظام دکتر نجیب و بادار با تسلیمی کرد. اما بود که نظام دکتر نجیب با تمام اراکین قدرتش که بیروی سیاسی کمیته مرکزی
و کابینش بود به مجاهدین اعلان تسلیمی داد که در اینجا اگرچه که بازم توطیه میکنه آیسای پاکستان و همچون شرکای آیسای پاکستان غلامان آیسای پاکستان تعدادی از تبارگرایان خائن به وحدت ملی مردم افغانستان توطیه میکنن که گویا که قیامی که در شمال صورت گرفت و این قیام یک توطیه مثلا یک ائتلاف بین تاجک تبارا علیه پشتون ها بود، در صورتی که در این قیام در این حرکت مجاهدین جمع قماندان ها که دست به هم دادن، دولت نجیب و خصوصا کابینه دولت نجیب، جدا از نجیب، نجیب برنامه چیز دیگری بود، با اساس فکر تباری خود خواست کاری بکنه که من شاهد این صحنه بودم، آمدن جنرال رفی در پاکستان و طرحهای مثلا که ریختن تعداد را داخل کابل جابجا کردن، میخواستن که یک توطیه راه اندازی بکنن که ناکام ماند. در ایجا در این قیام شامل این قیام که به اصطلاح همکاری کردن و این قیام حکومت باید تسلیم بکنن، از سلیمان لایق گرفته تا سال زیره اینمی رقم تا آصف دلاور به اینمی شکل تا کسان دیگری هم که در ایو بلوس سمونمل اینها شامل بودن که اراکین بلندپای فرید مزدک همچنان وکیل اینها شامل اینمی توی یک برنامه بودن که دیدن که با ترفند آیسای کنار آمدن با خیانتی که طراحی شده میخوان که افغانستان زیر سوال ببرن، تصمیم گرفتن که حکومت افغانستان برای آزاد مردان مردم افغانستان تسلیم بکنن و آماده شدن برای تسلیمی، دیگر نیازی به جنگ در افغانستان نباشه و احمدشاه مسعود در رأس این قیام در رأس این برنامه های تسلیمگیری حکومت دکتر نجیب قرار داشت، اما بود که با استفاده از فرصت و سرعت شامل برنامه شد و به جبل سراج آمدن اونجا پایگاه گرفتن و اعلان تسلیمی حکومت دکتر نجیب و بسران جهادی در پشاور اعلان کردن و در اونجا به شما بهتر معلوم است که سران جهادی جمع شدن و حکومت شکل دادن، حکومت در اونجا اعلان شد، جناب مرحوم صبغت الله مجددی اینا در رأس حکومت قرار گرفتن، آقای گلبدین صدر اعظم شدن و نماینده خودم روان کردن، به همین شکل حکومت مشروعیت خود پیدا کرد، آمدن حکومت در افغانستان تسلیم گرفتن که دیگه جنگ برای بهانه برای جنگ نه برای آیس آی مان نه برای سی آی مان نه برای انتلیجنس سرویس MI6، اما بود که بعد از پیروزی بعد از تشکیل حکومت دوباره استبداد خائنین خونخوار جمع سی آی ای جمع آیس آی ام آی سکس دست به هم دادن، از طریق بانمو عمال جاسوس خود در افغانستان نگذاشتن که حکومت جهادی در افغانستان شکل بگیره، نخواستن که حکومت مقتدر جهادی در افغانستان پایه آیش گذاشته شوه، یک حکومت مستقل مقتدر مربوط به افغانها و به اصطلاح بهای خون مردم افغانستان بود ای به قوام برسه، اما بود که جنگ های شهر کابل را اندازی کردن که کابل هم ویران کردن، جهاد هم بدنام ساختن، تا امروز این ترفند و این جنایت ادامه دارد و این تدامه قرمو ترفندهایی است که کشور همسایه آیسای پاکستان جمع MI6 جمع امریکا که تا امروز داره که به فکر غولاندن مردم افغانستان به فکر پاشیدن در چشم مردم افغانستان از طریق تعدادی از غلامه های شنوز هم سفرکار میکنن، داره که جنگ های قومی جنگ های سبتی و زبانی را برای از هم پاشاندن وحدت ملی مردم افغانستان به خاطر ضربه زدن بر منافع ملی مردم افغانستان، برای اینکه مردم افغانستان اقتدار ملی پیدا نکنند، مردم افغانستان صاحب یک حکومت عادلانه و مقتدر همه شمول نشوند، و این خاطر هنوز داره که این ترفندها از طریق مزدوران از طریق متهجرین در افغانستان ای ادامه دارد، یکی از دلایل اساسی و بنیادیش همین است. جهان سپاس، ممنون و تشکر از اینکه واقعا یک بحث بسیار خوب و یک توضیح بسیار خوب یک بسیار یک چندین سال از اوادس کشور در چند دقیقه
و امیدوار هستم که بحث ها را هموطنان ما به دقت دنبال کنن. اگر واقعا به دقت دنبال کنن و ریشیابی کنن، دشمنان واقعی مردم افغانستان میشناسن که کیها به این وطن خیانت کرد، کیها اشتباه کرد که فرق بسیار فاحشی از بین خیانت و اشتباه، و کیها به این وطن خدمت کردند. که اینی اگر ما اینی سه چیز تفکیک کنیم، واقعی که ما به زودی میتونیم که بر مشکلاتی که امروز دامنگیر وطن مردم شما شده فایق بیم. خب به این بحث همینجا میبندیم آقای طوفان. پس میریم به دهه 90 یا دهه 70 کشور، و در اینجا دیدیم که بعد از اینکه حکومت مجاهدین به پیروزی رسید و حکومت آمد، آقای مجدی آمد و باز استاد ربانی آمدن و حکومت جریان داشت، خب دست های سو هم بود و جنگ های هم صورت گرفت و شورای امانگی ساخته شد و شورای امانگی ناکام آمد و جنگ هایی که بین جنبش صورت گرفت و از هر طرف جنگ ها بود که شما هم در داخل بودین و ما هم هر روز در اینجا گزارش دهی می کردم از طریق رادیو صدای افغانستان. ولی پیش از اینکه بریم با سوال استاد بدخش زنگ میزنن، از تلفن استاد بدخش میگیم. بله استاد سلام علیکم. جناب خالد صاحب و جناب آقای طوفان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام متقابل. و علیکم السلام. امیدوار هستم که صحت و سلامت بوده باشین، هم شما هم جناب برادر عزیز آقای طوفان. سلامت باشین. دیگه همه به اجازه شما هم دین خدا بنیست یک مسلمان و یک خدمتگار در طول جهاد و مقاومت افغانستان، مقاومت اول البته به عنوان یک کسی که بسیار کوچک که بجا خدمتی کردم، دین خدا میخوایم ادا بکنم. بفرمایید. اگه اجازه شما باشه. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، احمد و مصلی علی رسول کریم. اول خود درود و صلوات و تحیات به روح تمام شهدای 14 سال جهاد افغانستان و مقاومت تحت زعامت شهید استاد ربانی و شهید و قهرمان ملی احمد شاه مسعود. خداوند همیشان را بیامرزد، خداوند کسایی که باقی ماندن در حفظ امان خود داشته باشد. ما در قسمت اخراج قوای شوروی از افغانستان اول یک اصلاح میکنم که بجای واژه خروج بهتر است که ما اخراج به کار ببریم، که قوتهای شوروی به اصطلاح به طبع خاطر یا به طبع به اصطلاح نفس خارج نشدن، بلکه از افغانستان رانده شدن، کشیده شدن، اخراج شدن. واژه اخراج بهتر است که ما بجای خروج به کار ببریم، چرا مجاهدین مقاومتگرا همه شهید شهادت و اسلام نصیبشان شد، زخمی شدند، معلول شدند، همه داستان هایی را که ما شما میدانیم. بهتر است که در مورد با واژه اخراج بیشتر ما معنوس باشیم. تشکر. ما در قسمت اخراج اتحاد شوروی سابق از افغانستان، ما میخوایم از کسانی یاد بکنم که از خودشان، ما میرم به بسیار کوتاه به کتابی است به نام از کابل تا سرایوو، رشته مثل خاطرات دیگو کردویز است. اونجا مطالبی را من سالها قبل دیده بودم که از دکتر سخاروف، اگه یادتان باشه از دکتر سخاروف نقل میکنه، از کسایی که به اصلاح از خود اتحاد شوروی سابق بودن که از جمله که جایزه نوبل هم برنده شد، از گورباچوف است، از اندروپوف است، از جنرال گروموف است، چیزهای اونجا زیاد اسمای زیاد به کار برده شده که در حقیقت سخاروف اولین کسی بود که در خود اتحاد شوروی بر ضد اشغال و تجاوز شوروی در افغانستان قیام کرد، و او یک اولین کسی بود که در حقیقت متوجه شد که شوروی دچار یک خبط استراتژیک و جیوپولیتیک شده و به یک کشور آزاد تجاوز کرده و قطعا موفقیت نداره، و در حقیقت اولین کسی که زخمی خونین خان جنگ افغانستان دکتر سخاروف بود که با تعقیب سخاروف و گورباچوف او اصطلاح را به کار برد که جنگ افغانستان زخم خونین است. بعد از او ما دیدیم که جنرال گروموف این اصطلاح را به کار برد وقتی که از افغانستان خارج می شد، و این در حقیقت ما نقل قولی که می کنیم از زبان کسایی می کنیم که اینا خودشان مربوط به مو ابرقدرت قدیم بودن، یعنی اتحاد شوروی، و اونا پذیرفته بودن که در این جنگ موفق نیستن، برنده نیستن و ملت افغانستان برنده جنگ است.
دیگه ای بود کوتاه و مختصر در مورد جنگ و اخراج شوروی از افغانستان. ولی در قسمت از اینکه چرا ما دستاورد نداشتیم، جناب آقای طوفان به طور کامل و شامل توضیحات دادن. ولی مثال کوتاه ما میخواییم بگویم که متاسفانه تنها پاکستانی ها نبود که جهاد ملت افغانستان رو برباد دادن، بلکه در بربادی جهاد مردم افغانستان ایرانی ها مثال نقشی منفی بازی کردن، عرب ها مثال نقشی بازی کردن، ضمن که امریکایی ها و انگلیس ها نمیخواستن و شمول غرب که حکومت اسلامی قدرتمند شکل بگیره و صورت قطعی را نمیخواستن. و امید دیدم بود که بعد از پیروزی مجاهدین و دولت اسلامی هیچ یک از سفارتخانه غربی در افغانستان باقی نماندند. رژیم کمونیستی را حداقل به حد یک نماینده در اینجا داشتن، اما بعد از پیروزی مجاهدین تمام از اینا در قد دشمنی علنی و غیر علنی با حکومت مجاهدین قرار گرفتن. یک بحث بسیار عمیق استراتژیک و رابردی هست که در این فرصت کوتاه نمیشه. فقط من خواستم که به عنوان یک نکته به اصطلاح تاریخی یاد بکنم که این چرا ما دستاورد نداشتیم. این دستاورد تقریبا توسط امیر غربیا، توسط امیر غربیا از بین برده شد. اینا پروژه بعدی خود داشتن، بکب خود داشتن، طالب را داشتن، گلبدین را داشتن، نیروهای دیگر را داشتن، وزارتی خود را داشتن دیگه. نمیخواستن که آزاد مردان رو حکومت بکنن. این در قسمت از اینا بود که مجاهدین در قسمت کمبودی های خود داشتن، خواستی های خود داشتن، اما ما جنگ داخلی نداشتیم. ما آقای جناب آقای خالد با شما کاملا موافق هستم که ما از 71 تا 75 جنگ داخلی نداشتیم. از 71 تا 75 جنگ یک جنگ تحمیلی خارجی بود که امریکایی‌ها کاملا او را حمایت میکردن، انگلیس‌ها حمایت میکردن، ایرانی‌ها حمایت میکردن. متاسفانه همین گروهایی که شما پسند دیدین که به نام شورای امانگی آمدن، در ایجاد شورای امانگی شما دیدین که محمودی بریالی بود، از یک طرف از جنای پرچمیا، او طرف دوستان بود، او طرف محقق و مالک و این طرف هم عبدالعلی مزاری، طرف گلبدین مجددی، حتی ما شاهد هستم گیلانی در شورای امنگی بود. بدلی که یک پروازی که ما به مزار داشتم در بود تئوری که ما رفتم، نماینده پیر گیلانی به مزار رفت که فکر میکنم سر سلمان گیلانی بود تا جایی که یادم هست. حتی در از بین بردن دولت اسلامی 5-6 گروه اسلامی با کمک امریکایی ها، انگلیس ها، عرب ها، ایرانی ها و حتی روسا در تخریب دولت اسلامی افغانستان نقش بازی کردند. سال 1364 تا تقریبا 74 مکمل روسا از بدخشان تا تاخار تا قندوز بمبارد میکردن زیر نام سید عبدالله نوری و نهضت اسلامی تاجیکستان، که من خودم در اون منطقه بودم و عنوان هیئت کنکور رفته بودیم. تاخار بمبارد کردن، بدخشان بمبارد کردن، بخشای قندوز بمبارد میکردن، تاجیکان بمبارد میکرد، ازبکان بمبارد میکرد و روسان بمبارد میکردن. این در حقیقت در از بین بردن دولت اسلامی افغانستان یک اتحادی میان شرق و غرب بود که باید که دولت از بین برد، چون دولت مستقل بود، افراد مستقل و اینا مزدور نبودن. کل گناه از اینا بود که اینا نه استاد ربانی مزدور بودن قبول کرد، نه قهرمان ملی قبول کرد. متاسفانه زده شدن. این چیزی است که امروز ما در اوج و در درون یک بحران هستیم، کسی را نمیپذیره. من مطمئن هستم 50 سال بعد این را میپذیرن که دولت مستقل 71 تا 75 توسط یک توطئه بین المللی از بین رفت و یک پروژه استخباراتی زیر نام گلبدین و زیر نام طالب و امثال هم آورده شد. این بود در قسمت ما. در قسمت جنگ افشار، من از جناب آقای طوفان خواهش میکنم که یک مقدار در این قسمت با دقت صحبت بکنن، چون ما در کابل بودم در جنگ ها، مثل جناب آقای طوفان درگیر همین گپا بودیم و بیش از 20 بار منیس آیت شلا سفر کردیم، از فاریاب تا جوزجان تا بغلان تا چهار آسیاب، که فرصتش نیست که اگه وقتی ما از جناب آقای خالد تقاضا میکردیم ما گپ بزنیم که چرا اینا نپذیرفتن صلح. ما خودم بارها پیش عبدالعلی مزاری رفتیم و چهار آسیاب 3 بار سفر کردیم، هرگز اینا آماده برای صلح نبودن. هر بار که میرفتیم اینا خواستای تازه مطرح میکردن و جنگ را دامن میزدن. ما خدا را براتون گواه میگیرم که شهید مسعود، شهید مرحوم مارشال فهیم، شهید استاد ربانی، بارها بنی عید سلی که ما در ترکیبش می رفتیم تمام اختیارات را می دادن که می جنگ قد شود، اما جناهایی که مربوط به بیرون بودن حتی آمادی پذیرش یک صلح نبودن در داخل کابل. متاسفانه
یعنی استاد با اجازه شما اول باید در رابطه به آغازی مشکل صحبت کنیم، باز در رابطه به این که پیامدشون رفت آمد های سل و یارب سر اجازه صحبت کنیم. من اینو باید مورد یک مقدر و جرمه آقای خالد بخاطر بودم که جنگ افشار را میخواستم بگویم. جنگ افشار را دولت مجاهدین رهبری نکرد، آغاز نکرد، آغازگرش هم نبود. ما در کابل بودم. جنگی که در افشار شروع شد، جنگ بین سید حسین انوری در آغاز شروع شد و عبدالعلی مزاری که هر دو طرف از لحاظ مذهبی تشیع بودن، یکی حرکت اسلامی برابری شیخ آصف نوسینی بود، دیگران بر جنگ اصلا بین دو گروه آغاز شد که بعد در این جنگ یک قسمتش به طرف استاد سیاف رفت و استاد سیاف در قضیه مداخله کرد داخل شد. اما دولت اسلامی تحت رهبری وزارت دفاع عبدشاه مسعود اصلا در اوایل جنگ دخیل نبود. استاد با اجازه شما خیلی استاد که بشنیم که جناب طوفان صاحب حرف خود خلاص کنن، باز پس اگر شما خواستین در فقط خداحافظی با شما میکنم و میخوام که فقط از شما و جناب آقای جناب سلامت تشکری بکنم. قربان شما. ما باز منتظر تماس شما میباشیم. زیاد از فرصت ها زیاد اگر پیدا شد من میتونم که چشم دیدای خود خاطرات خود خدمت دوستای خود درست استاد منتظر تماس بعدی شما میشم. بفرمی آقای طوفان که وسیلی افشار جناب بلکسایم از شما جهان سپاس و تشکری میکنم که روشنی فقدری انداختین در رابطه با مسائل اخراج و خروج هم روشنی انداختین که واقعا آدم باید اصطلاحاتی را باید بکار ببره که اما تیره باشه در قلب دشمن. به هر ترتیب به ارتباط موضوع یک میخواد یک کمک یک مقدمه سر آقای ترفندای دکتر نجیب برم سر موضوع افشار میایم. در این روزا به شما بهتر معلوم است که امی شکست روسا را و اخراج روسا را از افغانستان این را میخواین که به پای ابتکارات به اصطلاح خلاقیت آقای دکتر نجیب چیز بکنن این را پیوند بدن و بر شما بهتر معلوم است که دکتر نجیب از ابتدای هفت ثور تا شش جدی به پای خرس قطبی همیشه سلامی زدن و سجده کرد و در کنار اشغال و در کنار فاجعه ثور این عمری را سپری کردن برای اینکه فاجعه ثور اینا مثلا منطقی جلوه بدن، مثلا یک حرکت انقلابی به عنوان یک ضرورت زمان این را جلوه بتن. دروغ و خیانتی که در این هفت ثور بود با این ترفند اقلای اصلا خبر هم نبودن، اینا خواستن در کنار یک فاجعه اثبات شوند علیه مردم افغانستان توطیه بچینند و برای ادعای کاذبانه ایشان هزاران هزار فرزند جوان این سرزمین زنده به گور کرد. همچنان در کنار اشغال اثبات شدن، از اشغال حمایت کردن. آیا شما فکر میکنین که یک قاتل ملت، قاتل میلیونی ملت، عامل اصلی جنگ و ویرانی در افغانستان ای عامل صلح شود؟ ای دلسوز به مردم افغانستان شود؟ ای دیگه باید اشک تمساح بریزه که بگویه که گویا که دلش به مردم افغانستان میسوزه؟ گاهی وقت صحبتهایشم چنین چیزهایی را ترفندهایی را میگویه که رفقای خودش آقای عبدالحمید معتاد، آقای سلطان علی کشمند، آقای سلیمان لایق، آقای نور احمد نور، شما بار بار شنیدین که حتی سلیمان لایق دکتر نجیب عنصر خبیث خطاب کرده. امی بیننسوان خودش این موضوع را اعتراف میکنه. اما اینمی جنایات دکتر نجیب و خیانت هایی که حزب دموکراتیک خلق خصوصا من منظور من از تمام اعضای حزب دموکراتیک خلق نیست که عنصری در توی پایین بودن، مردم صادق پاکی بودن ولی فریب خوردن، فریبشان دادن. اما عناصر بلندپایه حزب دموکراتیک خلق در کابینه بودن، عضو بیروی سیاسی بودن، این بدون از اینها کسی نه گرفتار میشد، نه کسی کشته میشد، نه کسی زنده به گور میشد. آیا میشه که ما قاتل مردم افغانستان؟ آیا میشه که عامل اصلی جنگ و خونریزی در افغانستان نه؟ ما این را بگوییم که کسی بود که مثلا افغانستان و استقلال آورد و روسا را از افغانستان اخراج کرد.
ابدا ته از اون نبود. این برنامه برنامه اونمو فیصله ژنوا بود که متاسفانه که یک توطئه بسیار زیاد بزرگ بود که مجاهدین افغانستان در نظر نگرفتن، فیصله در غیاب کردن که یک آبروی بینی خبری شد برای اشغال روسا در افغانستان، دست به این اقدام زدن، این اقدام کردن. ولی سران جهادی خصوصا شخصیت های آزادی و آزاد مردان و راست قامتان مردم افغانستان این توطئه را دنبال میکردن و این را تعقیب میکردن و نگذاشتن که توطئه از اونا به کرسی بشنه. در آخرین لحظه بزرگترین سلی را بر روی توطئه‌گران ملی و بین ملی کوبیدن و حکومت دکتر نجیب مجبور ساختن که خود بر مجاهدین بر آزاد مردان مردم افغانستان تسلیم بکنه. این یک واقعیت است، این یک واقعیت است که دکتر نجیب قاتل ملت افغانستان است. من برای شما این موضوع را یک به یک بر شما برمیشمارم. هفت ثور خود دکتر نجیب میگوید در یکی از جلسات به ارتباط تغییر نام حزب دموکراتیک قلب عنوان حزب وطن در کنگره خود میگوید که میگوید که ما خیانت کردیم، ما مردم کشتیم، ما مردم زنده به گور کردیم، ما عامل اصلی فرار مردم از افغانستان و کشتار مردم افغانستان هستیم. و هفت ثور هم فاجعه ای بود که آقای حفیظ‌الله امین ایره راه اندازی کرد. این شما ببینید که در این فاجعه ثور شریک بود یا نبود. همین فاجعه ثور اینا بر ما ایره دایه مهربانتر از مادر تعریف میکردن یا نمیکردن؟ چرا خیانت بر ما خدمت تعریف میکردن؟ چرا مردم افغانستان با چه مردم افغانستان خواب میپاشیدن؟ چرا وقتی که مردم افغانستان درک کرد که یک خیانت است، یک جنایت است، هنوز وقت انقلاب نیست، هنوز نه نیروی مولد معلوم است، نه طبقات در افغانستان معلوم است، و اقدام به همچون یک خیانت زدن که خود ترکی خبر نبود از یه هفته ثور، خود کارمل خبر نبود، خود نجیب خبر نبود، خب به هر ترتیب ترفند بود از طرف روسا، غلام بود در افغانستان، غلام آگاهی نداشت. روسا برای از اینکه بتونن افغانستان رو به کام خود فرو ببرند این اقدام کردن و کسی که در کنارش استاد شد و این جنایت تایید کرد، یعنی اعضای حزب دموکراتیک قلب بیروی سیاسی کمیته مرکزی. بنابراین دکتر نجیب در جمله در شماری امی خائنین حساب میشه یا نمیشه؟ آیا خائن میتونه که با مردم افغانستان یک آدم مستقل و آزاد مرد و ناجی مردم افغانستان شوه؟ ابدا. خب در کنار اشغال استاد شد در شش جدی سال 1358 در کنار اشغال استاد شد. اشغال افغانستان رو تایید کرد، این به عنوان یک حرکت نوید در افغانستان عنوان کردن. شما دیده که مردم افغانستان در برابر اشغال از خود عکس العمل نشان دادن، قیام سیه موحود را اندازی شد، مردم افغانستان این کار کردن. آیا دکتر نجیب در اون وقت به عیس رئیس خواب به قتل مردم افغانستان در جاده دیمزن، در جاده آسمایی، در جاده میوان، در جاده خیرخانه، همینطور در سراسر افغانستان که مردم افغانستان اظهار بیزاری از اشغال روسا در افغانستان میکردن، دکتر نجیب نبود که به تایید اشغال روسا در افغانستان مردم افغانستان را برکبار بستن؟ آیا همین دکتر نجیب و اعضای بیروی سیاسی کمیته مرکزی نبود که مردم افغانستان را بردن به زندان ها، زندان ها را پر کردن، بردن در پلگون پل چرخی زنده به گور کردن، در جایی که حفیظ‌الله امین جنایت کرد و ترکی جنایت کرد، این جنایت به تداومش اینا کردن؟ آیا این مردم افغانستان فراموش میکنن؟ دشت چمتله شاهد زنده به گوران و دست دکتر نجیب است. کسانی که هیچ تقصیری نداشتن، من میخوام که از اعضای دموکراتیک خلق که به این جنایات خود اعتراف هم میکنن سوال بکنم، وقتی که فاجعه سال فاجعه بود خود شما اعتراف کردید، وقتی که اشغال افغانستان توسط روسا اشغال بود خود شما اعتراف کردید، شما به کدام جور مردم افغانستان محکوم به محکمه کردین و بردین زنده به گور کردین؟ باز ادعا میکنین که هیچ فرد افغانستان بدون فیصله محکمه زندانی نشده، به کدام جور محکمه کرد؟ ای پاسخ کدامش گفته میتون؟ طبیعی است که اینا جنایتکار هستند، طبیعی است که اینا خائن هستند. ما امروز که سر دوچار یک فاجعه خونین داره که چنگ و دندان استبداد و استعمار و اشغالگران و خائنین بر افغانستان دراز شده، دلیلش خیانت نجیب و امثال نجیب از نور محمد ترکی جاسوس روس گرفته تا حفیظ‌الله خائن تا دکتر نجیب، شما ببینید که اینا خیانت کردن. ببینید در ارتباط به همیشه من از پیش از میا یک سوال دارم که اگر شما خائن نباشین، امی حفیظ‌الله امین شما خائن میگه که عامل اصلی فاجعه ثور امین، امی حفیظ‌الله امین شما میگویید که عامل اصلی آوردن قوای روس امی حفیظ‌الله امین بود. خب
در صورت خود شما بودید، این کار کردید. حفیظ الامین در تپه تاجبیک کشتن، روسا آمدن کشتن، اشغالگرا آمدن کشتن. خب اما حفیظ الامین مردم چندول در قیام چندول سرکوب کرد، زنده به گور کرد، قیام بالایسار زنده به گور کرد، مردم بامیان زنده به گور کرد، سمنگان زنده به گور کرد. شما دیدن که در کجای از گوشه افغانستان نبود که حفیظ الامین جنایت نکرد و مردم قتل عام نکرد؟ گانه کسانی هستند که خودشان، شما دیدن که آقای آصف علم میگه که دکتر نجیب چیز حفیظ الامین از ما پرسان کرد که خب آدم کشته میتونی یا نمیتونی. اینا خود جنایتکار بودن. بناهن فرق بین جنایت دکتر چیز حفیظ الامین، فرق بین جنایاتی که دکتر نجیب مرتکب شده چی است؟ اونا مردم زنده به گور کردن، او فاجعه صبر خلق کرد، ای در کنار اشغالگران استاد چه مردم افغانستان زنده به گور کرد. امی پاسخه، امی سواله، کیم جواب میده؟ آیا اعضای حزب دموکراتیک خلق آیا حاضر هستند که جنایتکار خود معرفی بکنن؟ آیا امی جنایت کی مرتکب شد؟ اگر دکتر نجیب در رأس حکومت نبود، در رأس خاد نبود، این مردم افغانستان با کدام حکم، به دستور کی کشته؟ در جاده آسمایی کی مردم افغانستان تیر باران کرد؟ جویای خون در جاده دیمزنگ کی جاری ساخت؟ ناهید شهیده کی به شهادت رساند؟ ما کسان دیگری رو میگویم که بدون کدام چیزی، امی مجید کلکانی چی جرمی مرتکب شد که تو این را سر بریدی؟ امی یونس اکبری چی جرمی مرتکب شد که یک دانشمند تو شما زنده به گور کردیم؟ به طور نمونه طایر بدخشی چی کرده بود؟ بحریدین باعث چی کرده بود؟ صدها شهید دیگر، سیفیدین نصرالدین چی کرده بود؟ ربانی آتش چی کرده بود؟ غلام محمد نیازی چی گناهی مرتکب شده بود؟ هزاران شهید دیگر تیر باران کردند. آیا فرزند افغانستان نبودند؟ به عنوان یک اختلاف فکری، غیر از اختلاف فکری که دارد در تمام جهان این معمول است، شما اگر جنایت مرتکب نشدید، خیلی جنایت ها این قدر مردم چه قتل کردن؟ آیا میشه که یک جنایتکار، یک خائن، یک قاتل ناجی مردم افغانستان باشه؟ ابدا. توطئه استبداد، توطئه استعمار هنوز هم ادامه داره. استعمار خائنی نمیخواد که خائن نمیخواد که براءت بدن و صادقین مردم افغانستان، آزاد مردای مردم افغانستان میخوان که در اذهان مردم به اساس استمرار توطئه ها میخوان که در اذهان مردم افغانستان مخدوش بکنن. تعداد مردم نادان، جاهل، بیخبر از تاریخ، بیخبر از دردهای مردم افغانستان چه میکنن؟ اینا عامل اصلی چه میشن؟ دسته استخبارات منطقه و دسته عامل اصلی ابزار کاری استبداد و استعمار و دستگاه استخباراتی منطقه میشه که شخصیت های ملی خود اینا میخوان که زیر سوال ببرن، که تا امروز داره که ادامه داره، که موضوع افشار هم به همین خاطر سرایش بالا میکنن، همچنان موضوع شیرپور به همین خاطر سرایش بالا میکنن، همچنان موضوع مقامت هم میخوان که غیر ملی جلوه بدن، به همین خاطر این توطئه را میکنن. تعداد عناصر مزدور میخوان که این مقامت ملی مردم افغانستان محلی و سمتی و زبانی جلوه بده. عناصر فاسد بد اخلاقی وجود داره که به اصطلاح دست آموز استخبارات شده، وسیله و ابزار استخبارات است. بله، تشکر، سلامت. و برمیگردیم به افشار. از دید شما چه عامل وجود داشت که حادثه افشار با خوب پیوسته های طوفان؟ جناب خالد صاحب، گرچه که در شرایط کنونی من میفهم که این بازار استخبارات منطقه که هم میخواهی که بسازه و یک برنامه است برای به اصطلاح براءت دادن طالبا و گروه متحجب در افغانستان و همچنان میخواهی که قوتها را تجزیه بکنن و داره که در بهار آینده انشاءالله رحمان مردم افغانستان دست به هم داده و این گروه متحجر در فرق زده از افغانستان خاک کشیدن، در پیش از پیش پیشگیرانه کردن، توطئه های را راه اندازی کردن، مثل موضع شیرپور، مثل موضع افشار. اما موضع افشار به این گپای ما حل نمیشه. شواهدی از اسنادی از مدارکی وجود دارد، نمیشه که توطئه این گل خوش به دیوار نمیشه است. ما اسناد و مدارکی وجود داره که نمیشه که این موضوع را آدم از سرش تیر شود و شخصیت های ملی مردم افغانستان چه بکنن؟ اینا به اصطلاح در اذهان مردم مخدوش بسازن.
اما من یک سوال دارم، نمیخوام که دیگه این موضوع را سرش به بحث بگیرم، اما امیره یک دفعه از پیش خود سوال بکنن کسانی که توطئه میکنن و کسانی که میخواین که در این توطئه شریک شون علیه منافع ملی قرار بگیرن، از پیش خود یک سوال بکنن که امی جنگ افشار چرا برای انگیزش چی بود، علتش چی بود؟ یک دولتی وجود داشت به نام دولت اسلامی، در رأسش استاد برهان الدین ربانی یا سپ قتلای مجددی، وزیر دفاعش احمد شاه مسعود، کابینه داشت، از جمله کابینه نو وزارت هم مربوط به می برادرایی که ادعا میکنن که قضیه افشار رو بلند میکنن، نو وزارت هم مربوط به امین ها بود. دیگه ادعای چی بود در اینجا؟ اما این یک توطئه استخباراتی بود که تعدادی از برادرها در این مرتکب یک اشتباه بزرگ تاریخی شدن. این یک واقعیت است. اما نمیخوایم، چرا بزرگان هر ملیت بزرگ است، ما برشان احترام داریم، احترام هر کدومش برای ما واجب است. نمیخوایم که در این مسائل قلب را بشکنانیم و کسی را ملامت بکنیم. اگر قرار باشه کس موضع ملامت سلامت بکنه، این را بگذاره برای تاریخ، تاریخ این را بالاخره آشکار میکنه. ولی من سوال میکنم که امی علت و انگیزه برای اینمی جنگ در افشار چی بود؟ تبعیض که یک مثلث شومی بود، از طرف آیسای پاکستان طراحی شد، در بدل 50 میلیون دلار با آقای انجیل گلبدین حکمتیار، و بالاخره آقای گلبدین حکمتیار تانست که به طراحی آیسای پاکستان به خاطر امی که نتونه یک حکومت اسلامی مقتدر در افغانستان شکل بگیره، عقده شخصی داشت، کینه شخصی داشت، خیانت کرده بود، جنایتی را مرتکب شده بود، به این خاطر میخواست که غایله ای ایجاد بکنه که جلوگیری بکنه از یک حکومت مقتدر که خودش در این رابطه ناکام ماند، شامل یک توطئه بزرگ بود، بار دیگه هم شامل یک توطئه شد. اما خواستم که کودتای را راه اندازی بکنه. من الان بر شما از پیش شما سوال میکنم که آقای علی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، یکی از جمله مهره های اساسی محور قدرت در افغانستان، در همی ائتلافی که شکل گرفت، در همی کابینه اونا بودن، احمد شاه مسعود وزیر دفاعش بود، اما تصمیم گیرنده آقای مزاری بود، تصمیم گیرنده آقای دوستم بود، تصمیم گیرنده آقای سپهطلاح مجددی، پیر سید احمد گیلانی و همچنان احمد شاه احمدزی، استاد عبدالرب رسول سیاف، اینا بودن. اینال سوال در امیج است که آیا آقای علی مزاری چه میخواست که خواست که یک توطئه استخباراتی را در اینجا چیز بکنن شکل بتن و شامل علمی یک دام بسیار زیاد خطرناک خود قرار بتن؟ چی هدف داشت؟ قدرت نداشت، کابینه نداشت، نو وزارت در اختیارشان نبود، بیشتر از چی میخواستن شود؟ اما توطئه کشورهای منطقه شامل ایران، شامل پاکستان، شامل روسیه، شامل امریکا، شامل انگلستان، شامل کشورهای آسیای میانه در این توطئه برای جلوگیری از اقتدار ملی در افغانستان و برای جلوگیری از وحدت ملی که او هم انگیزش هم جهاد و بت‌شکنی بود، برای جلوگیری از این اینا همونطوره که در ابتدا میخواستن که حکومت نجیب با یک ترفند میخواستن که امتیاز مجاهدین بگیرن، بروشان سیلی خورد، خواستن برای جبران او جنایتشان مجاهدین در اینجا به توطئه های عجیب غریب سرگردان چیز بسازن، غایله بسازن. اما موضوع طرح کودتا بود. من الان سوال میکنم، وقتی که کسانی مثل آقای دوستم، مثل آقای علی مزاری شامل نظام دولت و هم در رأس تصمیم گیری قرار داشتن، وزارت هم در اختیارشان بود، قدرت هم از اینا بود، پس اینها بیشتر از این چه میخواستن؟ یک موضوع، وقتی که خواستن که کودتا بکنن، وظیفه وزیر دفاع و کابینه دولت اسلامی چی بود؟ الوا تقسیم کردن بود، مثل بسم الله خان فرار میکرد، مثل اشرف غنی معامله میکردن، مثل که کودتاچی ها معامله کردن، چه میکردن؟ من میره از این برادرها که اینا، شما فکر کنید که بجای احمد شاه مسعود، استاد برهان الدین ربانی و کابینه دولت اسلامی، همین برادرها که اعتراض میکنن، همین برادرها که انتقاد میکنن، حتی توهین میکنن، حتی دشنام میتن، بگذار دشنام بتن، مردم های کوچه و بازار هستن، اهل سیاست، اهل جامعه و اهل خرد نیستن، ما با وا کار نداریم، با کسانی که سرشان وطنشان میارزه. من از پیش از ما سوال میکنم که برادر، وظیفه وزیر دفاع در برابر یک کودتا، یک ایجاد یک غایله،
در برابر دولت اسلامی هم این قائله شکل میگیره. وظیفش چی بود؟ دفاع بود یا نه؟ در دفاع از این توطئه و از این قائله میشه که آدم الوا تقسیم بکنه؟ اما وقتی که میایم در عمق قضایا میایم در درون جنگ افشار، من شاهدی صحنه بودم، من خودم در درون قضیه بودم، من خودم یکی از مسئولین کسی بودم که تمام اسنادایی که از علوم اجتماعی به دست آورده بود من اینا رو خودم شخصا بررسی کردم، اسنادا رو با خودم تنظیم کردم. چیزایی وجود داره که قابل گفتن نیست و نمیخوایم. شما ببینید که آقای علی مزاری وقتی که مرتکب اشتباه میشه تعداد از قوماندانای خود به شهادت میرسون، ترور میکنه، اعدام میکنه با اساس اسنادی که پیش ما موجود است و در آرشیف احمد شاه مسعود در خاطراتش وجود دارد، برای دو تسلیمش کرد. این وجود دارد. ما امیرم میگویم که آقای علی مزاری برای از اینکه خود نجات داده باشه، اشتباه خود چیزی که جبران کرده باشه، بهترین قماندان های خود، بهترین شخصیت های خود، از جمله آقای صادق نیلی را، آقای مصدق اینا را اعدام کرد، ترور کرد. آقای مسلمی را، شیرحسین مسلمی را ترور کرد. میر هاشمی که آمد برش دلسوزانه برای آقای علی مزاری گفت برادر یک توطئه در راه است، خود از این توطئه بیرون بکن که این توطئه بسیار زیاد خطرناک است، توطئه بیرونی است. آقای علی مزاری گپ قبول نکرد، کلاشخی کرد. این کلاشخی با تمام برادرای اهل تشیع و برادرای ازاری ما معلوم است، در این هیچ شک نیست که آقای علی مزاری الگو برای برادران قوم ازاری ما هست و کسی که برادرای ازاری ما را تانست در یک جای یک سکوی قرار بده آقای علی مزاری بود. ولی برادران ازاری ما، قوم ازاری ما امروز مشخص شده، جدا شده، کاملا از تمام اقوام، از شراکت ملی خود جدا کرده اند. باید یک قشر مشخص افغانستان جدا کرده اند. چرا؟ این خودش خیانت به آقای علی مزاری است. او عدد میخواست، او افتراق نمیخواست، او نمیخواست که آقای انوری یک طرف بره، نمیخواست که حرکت انقلاب دیگه طرف بره، نمیخواست که سازمان نصر یک طرف بره، نمیخواست که چیزهای دیگر شکل بگیرم. این آقای، شما مصاحبه های آقای اکبری رو شنیده باشین؟ با فکر میکنه که شاید پیش جناب خالص موجود باشد و این موضوع توتیه را افشا کرده. اگر واقعیت می داشت، اگر درست می بود امی حرکت ری که آقای علی مزاری در توتیه گیر افتید، در این دام قرارش داد آقای حکمتیار، آقای کاظمی چرا از پیش کنال؟ بیان که پیام آقای کلیپ آقای اکبری رو بشنیم با اجازه شما. در تاریخ 23 سرطان 73 یک معاهده بین حزب وحدت و جمعیت اسلامی که حالا در رأس استاد ربانی هم که به عنوان رئیس جمهور بود، یک معاهده امضا شد از طرف جمعیت اسلامی، یک سند داد به حزب وحدت که به این تعبیر که جمعیت اسلامی فقه جعفری را به رسمیت نشناسد و در پارلمان و تصویب قانون اساسی از آن حمایت میکنه. امیرم استاد موسای توانا امضا کرده و هم دوستم میانجیگری میکرد و زمان دوستم یعنی میره به امور شاهد امضا کرد. از 30 وزارتی که زمان وجود داشت 9 وزارت مربوط میشد به علی تشیع. بفرمایید. یک واقعیت همینطور آقای انوری در تلویزیون اعلام کرد، چلنج داد به تمام کسانی که اعتراض میکردن و ای را خیانت فکر میکردن و بفرمایین بیاین همراه ما صحبت بکنین که مقصر کی است. و در اول خود آقای علی مزاری کلپاش در پیش ما است، اسنادش در پیش ما است که خودش گفته که برادرای هزاره افشار تخلیه کردن، برامدن ما کشیده میشانه، ولی افراد جنگی خود در اونجا جابجا کردن. او توطئه که میکنن که نمیفهم که چند هزار نفر در اونجا به شهادت رسیده و خیانت بسیار زیاد بزرگ است به مردم افغانستان. مردم افغانستان قاتل جلوه دادن، خائن جلوه دادن کار درست نیست. این شیرازه جهاد و شیرازه وحدت ملی مردم افغانستان خدشدار میکنن. بودم اون افشار با اون تعداد که تو بگی که شهید شده اما که خانه وجود نداره. پیش بیا که صحبتای آقا برادرای اسماعیلی ما در زندگی آقای توفان صحبتای آقای انوری رو بشنویم.
صبح تای آقای انوری بشنیم ادمر دوستم بود خدا غریق رحمتش کنه باز برمیگردیم پس به ادامه صحبت های شما شما پانه کنه با آقای انوری نه واقعیت چه میگوید طبعا به خاطر تصاحب قدرت یک گده آمدن علیه حکومت مشروعی که از آدرس شورای حل و عقد انتخاب شده بود اینا جنگیدن طبعا مدافعینی حکومت و دولت باید این کار در دفاع از حکومت باید جایگاه خود می داشت اما این مسئولیت بیشتر متوجه کسانی است که اونا آمدن بدون به اصطلاح موقف گرچه بعضیشان خودشان هم حضوری در حکومت داشتند جناب آقای حکومتدار در اون فرصت هم حضور خود من حیث معاون رئیس جمهور در اینجا من حیث صدر اعظم داشتند و بعضی چهره های دیگری هم اما متاسفانه جا طلبی ها و خودخواهی های بعضی ها قضیه را به شکل بار آورد که واقعا بالاترین ظلم را برای مردم کابل را انداختن که نمونه های بسیار عدیدی را باز بعد برچسبه های غیر عادلانی یا با چهره های بعضی عناصر بعضی احزاب بعضی گروه ها زدن از جمله ما میتونه موضوع افشار مطرح کنیم یکی از بحث هایی که در گاگای مطرح میکنن یک گده که متاسفانه در قسمت باعثی که ضعف نظامی و یا ضعف تدبیر و مدیریتی خود اونا بوده آمدن مطرح کردن که فلان فلان احمد محمود در قضیه دخالت داشتند سازماندهی جنگ به عهده ایشان بوده که بالاخره با سال گذشته اگه به خاطرتان بوده باشه من یک پیام رسمی دادم من تا قضای یک مناظری رسمی را از آقای خلیلی از آقای محقق من حیث کلانا و رهبرای حزب وحدت و استاد سیاف و آقای فهیم خان چهره هایی بود که در اون زمان حضور خود داشتن و ما به خاطر که یک تاریخ به انحراف نتم تاریخ به راه نکشانن ما با صراحت گفتیم که ما حاضر هستیم که در قسمت مناظره کل جنگای کابل کی عامل این جنگ بوده که جنایت کردن نه تنها در اینجا در کابل در مناطق مرکزی افغانستان و ایسی کشت و کشتار و خونریزی کی بوده کیا علیه روسا جنگیدن و کیا از فرصت نام جهاد استفاده کردن مخصوصا در کابل در قضیه افشار کی جنایت کرده حالا ما آمادگی رو دارم که امرای آقای خلیلی، آقای اکبری، آقای سیاف، آقای فهیم، آقای محقق اینا رو در مناظر تلویزیونی حضور پیدا کنم که قضایا مسئول کی است در قسمته؟ دیده شما چی است؟ بارها حالا شما مشاره کردین به نوعی غیر مستقیم برچسب های متوجه شخصیت خود شما هم شده. شما چی اشاره دارین؟ کی ها بوده؟ کی ها بوده؟ من با صراحت برای شما میگم. عاملی قضیه بسیار واضح بود که حزب وحدت بود در فرصت خب حالا کدام رهبرای را آقای محقق و آقای خلیلی بود در اون زمان استاد او در اون زمان استاد مزاری بود که طبعا اینا حامیانشان بود اینا سپورت کننده در کنارشان مشوره دهنده بودن حضور خود داشتن همه موقف های نظامی و اقتصادی و که از کجا تمویل می شدن چگونه تمویل می شدن چگونه بودن چی شد و حادثه بسیسی سنبوله را کرا انداختن در کابل که باعث تلفات و ضایعات در غرب کابل شد چه تعداد انسان ها کشته شد یعنی شما حزب وحدت برهبری آقای مزاری را ملامت در جوال حادثه افتاد شما اجازه بتن که در ساحه غرب کابل در ساحه غرب کابل چه تعداد مردم کشته شد جنگی که به وحدتی که بین آقای دوستم و آقای حکمتیار و آقای استاد مزاری در غرب کابل صورت گرفته بود چی تعداد تلفاتی چرا از اونجا هم نبرن که عاملین اصلی جنگ اینا سر قطعات نظامی آمدن جنگ کردن اینا و در سایه غرب در سایه افشار که با اساس بی تدبیری های خودشان با عدم توانمندی نظامیشان در برابر حکومت او زمان در برابر حکومت او زمان که آقای مسعود وزیر دفاعش بود فهیم خان وزیر امنیتش بود در رابطه با قضا به عوضی که بیا مسائل واقع بینانه مطرح کنند بیا جرم خود گده و یا با کوتاهی های خود با مسئولیتش با پیشانی دیگر ها بزنن غیر عادلان است حالا همه با صراحت میگم هر کدام از اینا به مناظره تلویزیونی آمادگی داره و پیش مردم افغانستان آمادگی دارم که سر همه مسائل قضایا هم نشان بحث داشته باشه بله خب بابای توفن این بود که یعنی باید بشنون میگن سیارو بود هر که در رو غش باشه دیگه واقعیت های می هست که خدمت عرض کردیم بیشتر هم ما برای خدمت شما گفتیم اما
این اشتباهیه که اشتباه رهبری مدیریت که نادرست ناسالمی که صورت گرفت، بالاخره خود کسانی که طراح توطئه بودن در این توطئه گیر آمدند، بالاخره به کسانی که امید بسته کردن، به کسانی که امید بسته کردن، آیا امی امیدش که به کسانی که بسته کردن عاقلانه بود، خردمندانه بود؟ به صفت یک سیاسی میگویم، امیر از پیش خود سوال بکنم، امی فراری رو کردن کابل ترک کردن رفتن با چهارشنبه خود به طالبان تسلیم کردن، آیا میگم خردمندانه بود، عاقلانه بود؟ ببین گوسفند از گرگ تقاضای پناهندگی میکنه، کار که عاقلانه بوده کار درست نیست که ما این موضوع رو دامن بزنیم، گرچه که استخبارات میخواهد این مسائل چاق شود، در این گپر در دهن چیزای مجازی دادین، رسانه ها دادین که میخواین که گپ در بین ملیت ها، اما امروز مردم هزاره ما آگاه شده، بیدار شده، این قضیه را میفهمند. ما در دفتر سیاسی احمد مسعود کار میکردم، بخش ما همین گپ بود که ارتباط به احزاب، بر جریانات و شخصیت های سیاسی بود در غرب کابل، با تمامشان ما نشست کردیم، با آقای عزیز رویش که یکی از جمله مشاورین آقای علی مزاری بود، خودش برای ما گفت که همین سنگی که مانده شده بیا که ما یارو جسارت کنیم دیگه برداریم، که دیگه دنبال این قضیه نگردیم. میفهمید گپ چیشون، بار بار خودشان اعتراف کردن به این موضوع و این کار درست نیست، اشتباه است، در قضایای سیاسی اشتباه صورت میگیرد، جفا صورت میگیرد، خیانت صورت میگیرد، بعضی گپای است که صورت میگیرد، اما نباید ما یک طرفه قضاوت بیایم توهین بکنیم به شخصیت ملی مردم افغانستان، یا ما را وادار مسافر خدای ناخواسته که توهین بکنیم به شخصیت مدبر قوم برادرای هزاره مجلس با وحدت آقای علی مزاری. کار درست نیست، این کار عاقلانه نیست و یادآوری از این که هم درست نیست. چرا میخوان که این موضوع را یادآور بکنن؟ در همچی یک نقطه داره بهار نزدیک میشه، میدانن که طالبان در حالت فروپاشی هستن، چرا استخبارات این کار میکنن؟ از یک طرف داعش وارد افغانستان میکنن، او را اشاره میکنن به طرف شمال افغانستان به این عنوان که اگر در شمال افغانستان حرکات قیام از طرف مردم افغانستان صورت بگیرد، به عنوان داعش گروه های حمایتگر کشورهای حمایتگر توریست در افغانستان باز برن صفحات شمال را بمبار بکنن و از دین رکبار راکت قرار بدن. این توتیه را از آل دامنش را چی میکنن؟ در راهی و نقشش از آل زگنال میزن. همچی یک مسئله دیگری که در ارتباط به این موضوع کار درست نیست، وسیله استخبارات منطقه نشوید. این کسانی که کار میکنن در این طرح و برنامه در کویت ریخته میشن، کسی از در کویت ما میفهم که کی است و حال من نامش را نمیگیرم، این آدم مدیر این بخش است در ارتباط به برادران اهل تشیع ازاره ما این کار را میکنه، اما ما نمیخوایم که دیگر وارد این فاز شویم که در اینجا چی گپای دیگری بود. با 260 نفر شهیده که در اونجا میشه این را 4000 6000 جلوه میتن، ولو یک نفر باشه چرا کشته شود؟ اما هر کشته دلیلی داره، چرا کشته شود؟ انگیزه کشته شدن چی بوده؟ در جنگ الوا تقسیم نمیشه، و هم یک بغاوت در برابر یک حکومت اسلامی، حرکت بسیار زیاد نادرست به اصطلاح به نفع بیگانه، او هم برای تضعیف حکومت اسلامی در افغانستان. کار عاقلانه نبود، آقای دوستم درک کرد موضوع را کنار رفت، ولی آقای حکمتیار که در دام استخبارات که عمرش تپری شده حالا میخواد که در تابوت استخبارات دفن باید شود، این کار است که هنوز هم ادامه میده. شما ندیدید که آقای حکمتیار فتوای قتل مردم افغانستان است، فتوای علیه مقاومتگران آزادی خواهی مردم افغانستان به نفع استخبارات آیسای پاکستان نداد؟ مردم اندراو و پنشیر و مردم بدخشان و خصوصا مقاومت بغاوت نگفت که امروز خودش داره که در دام گیر آمده، حالا خودش بغاوت داره. ای میگه نزن در مردم با انگشت تا نزنن دواده تفاقش. آقای حکمتیار یک سیاستمداری عجول، ناعاقبت اندیش، احساساتی و معاملگر و در پالوی از این یک تاجر سیاست به خود است. یعنی آقای علی مزاری در قوم ازاره را به دام انداخت، تا امروز مردم ازاره ما داره در این رابطه تصور میکنن که یا شکار کسان دیگر شدن، ولی نی شکار توطئه استخبارات شدن و این گپه سران حزب وحدت، سران برادران ازاره ما این موضوع را درک کرده و این موضوع را میدونن.
توجیه دیگه چی است؟ این کار چه میکنه؟ این قائل را ایجاد میکنند که تا از نزدیک شدن اقوام افغانستان به صف مقاومت به عنوان وحدت مردم افغانستان برای به دست آوردن اقتدار ملی و نجات از تهجر میخوان که جلوگیری از این بکنه. حالا داره که توطئه دیگر را اندازی میکنن به عنوان شیرپور. هدفشان نشانی که میکنن که رهبر مقاومت هم. با یک تعداد مورچگک های منگسک های میکروبی کوچه به کوچه میگردن سوال میکنن که احمد مسعود چه فکر میکنین؟ زمین چور نکرد؟ مردم بیخوار دیگه میگه بله بله زمین چور کرد. برادر اگر خرد دارین، اگر عاقل هستین، اگر وجدان دارین، اگر راجع به افغانستان فکر میکنین، با پدرانتان خیانت نمیکنین، تک تک خانواده شما شهید دارن، زنده به گور شده اند در پیلوگون پل چرخی و دشت چمتلا و یا در خیابانهای کابل. بازم بر تو توطئه های استخبارات بود، شما خود در دام استخبارات برای چاک کردن این توطئه ها علی مردم افغانستان خود قرار ندین، وسیله و ابزار قرار نگیرین. احمد مسعود در ارتباط به موضوع شیرپور بچه 14 ساله و 12 ساله است. وقتی که یک دولت تصمیم بگیره، کابینه تصمیم بگیره، آیا میتونه که احمد مسعود پوره بگویه که برادر نه؟ بله کرد، از طریق تلویزیون اعلان کرد که نه به عنوان پدرم کس زمین بده، نه از عنوان پدرم کس استفاده بکنه، ما من زمینی را به ارتباط قبول داد. در صورتی که شیرپور دولت تصمیم گرفته، دولت تخریب کرده، توزیع کرده، از مردم پول خواسته، هر کس در بدل نمره خودش به دولت پول تحویل کرد، به بودجه دولت پول تحویل کرد. اما ای که اوجا به عنوان یک موضع تاریخی نباید تخریب بشه، شما دیدن که آقای وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان آقای رحیم گفت که او یک چند اتاقی بود، موضع تاریخی هم نبود، این ننگی بود برای مردم افغانستان به نام شیرپور که نامش شیرچور ماندن. نباید این کار صورت بگیره. منظور باید ایست که صورت باید میگه نباید برای سرانه که سرمایه دار بودن توضیح میکن، باید که مردم مظلوم دیگه هم توضیح میکن، در صورت که توضیح هم به تمام اقوام صورت گرفته. اگر شما این را غصب میدانید، این که خیانت است، اگر نه که غصب میدانید، ما غصب برتان نشان میدانید. عینه امینه غصب نیست، شرک عینه امینه را چرا او را یاد نمیکنید؟ خیانته که او را صورت میگیره از او یاد نمیکنید. آیا وجدان انسانی داره که به یک خیانت بزرگ تاریخی شاداب ظفر خیانت نیست که پارک سرسبزی مردم افغانستان در کارته مامورین پیش روی ولی سیلو تا کوته سنگی را خط کشیدن، این خیانت نیست؟ زمین های 4000 جریب زمین، 4000 جریب زمین پشت سر میدان هوایی را به آقای الکوزی در بدل 1000 افغانی معاملش کرد آقای کرزی، این چور نیست؟ این خیانت، این غصب نیست؟ ها غصب نیست؟ جلال آباد غصب نیست؟ با وقتی که اینطور یک گپ است، چهارشنبه به غصب کردن غصب نیست؟ خب دیسبز غصب کردن غصب نیست؟ چرا از نو یاد نمی کنید؟ یعنی شما خیانت خود را، جنایت خود را به اصطلاح بیس قانونی می تین، درست است، ولی یک حرکت قانونی را که یک دولت، او هم در سایه دولت شده، دولت این تصمیم را گرفته، پارلمانش تصمیم گرفته، قانون اساسی وجود داشت، پارلمان وجود داشت، شارمانی وجود داشت. در اینجا احمد مسعود چی تقصیر داره، چی صلاحیت داشته اینجا که بازپو آمده باشه چور کرده باشه کسی هم جلوش گرفته نتانسته باشه؟ خیانت هم از خود حد داره، جنایت هم از خود حد داره، توطئه هم از خود حد داره. وجدان اگر دارین خجالت بکشید و این توطئه ای کار. همچنان ما ببینید که در رابطه با مسائل قبرستان ها می آید، ادعا میکنن که قبرهای میلیونی، قبر احمد شاه مسعود در یک تپه خارزاری که از نیاکانش است، تپه هم از نیاکانش است. اما کار درست نیست که این یک نواد باز توطیه میکنن به عنوان مخالفت با وحدت ملی. امی قبر نادرخان چقدر جای گرفته؟ چقدر سرش مصرف کردیم؟ قبر تیمورشاه چقدر جای گرفته؟ چقدر سرش مصرف شده؟ از عبدالرحمن خان این پارکی که در اختیارش قرار داریم، این را مگر نمیبینیم؟ قبر امان الله خان را نمیبینیم؟ قبر احمد شای عبدالی را نمیبینیم؟ قبر میرویس خان را نمیبینیم؟ این های او برادر، شما وجدان دارین یا ندارین؟ شما احساس دارین یا ندارین؟ عقل دارین یا ندارین؟ یا این را هم به حراج گذاشته، این را هم در خدمت عیسی پاکستان قرار دارین؟
شما میخواین که تمام افتخارات مردم افغانستان به پای استخبارات آیسای پاکستان قرار بده که آیسای پاکستان داره که آرام آرام آمده. شما از این خیانت هم که دیگه بزرگتر پیدا میکنید که خاک افغانستان فروختین در اختیار آیسای پاکستان قرار داد. چه تصور میکنید جنگ های زرگیری که را اندازه میکنید؟ تصور میکنید که مردم در قسمت از این بیخبر است؟ ناآگاه است؟ جنایات که شما مرتکب شدید، اما جنایت کاری که میگم شما از جنایت آقای اشرف غنی و آقای کرزی که یادآور میکنید، اما جنایت کارا خود هم در کنار بانم. آقای فاروق جان بندی کنیم بحثیم شبه، چون تقریبا از وقت جمع گذاشتیم جمع بندی کنیم صحبتاییم شبه. درست است جناب خالص، من میخوام که جمع بندی بایی بکنم که من از تمام برادرای ازبک خود، ازاره خود، تاجک خود، پشتون خود خواهش من امی است که به توتیه ها و مهندسی های توتیه استخبارات منطقه تن نتن، ابزار و وسایل از قرار نگیرن و افتخارات ملی مردم افغانستان زیر سوال نبرن و هیچ وقت به سران جهاد و مقاومت مردم افغانستان توهین نکنن و خود خرد نسازن در این عرصه. این موضوع چرا مقاومت مردم افغانستان یک مقاومت ملی است، این مربوط به هیچ قوم تبار دیگری نیست. انشالله در بار آینده این موضوع خود به خود روشن میشه که حاجت به کدام چیز دیگری ما نداریم. گم آمده ایست که وحدت بریم به طرف وحدت ملی شدن، بریم به طرف حفظ منافع ملی، بریم به طرف اقتدار ملی شدن. مشکل ما مشکل قومی، مشکل تباری، مشکل سمتی نیست، مشکل ما ساختار نظام است. روی ساختار نظام باید فکر بکنیم، جمع شویم، دست اجانب کوتاه بکنیم، نگذاریم که دیگه ما وسیله و ابزار دست استخبارات منطقه شویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جهان سپاس، ممنون از اینکه با ما بودین. تا هفته آینده، الله پاک نگهدار شما. تشکر. تشکر از شما. تشکر از شما. بخیر باشین، سلامت باشین. You are watching Omid TV 24. If you'd like to watch our live programs, you can watch it through www.omidtv24.com. شما بیننده تلویزیون امید 24 هستین. اگر میخواین که برنامه های زنده ما را تماشا کنین، میتونین از طریق www.omidtv24.com تماشا کنین. تشکر. Thank you.